سوار افتاده پیاده در گالری خاک سال پارسال بوده فکر میکنم. آره سوار افتاده پیاده پیرارسال بود. 2000 اگه الان 2013 فکر میکنم اینجا برگزار شد. تمام فضا رو ما از نخ، سقف، دیوار، زمین، همه چی از نخ پر شده بود. 10 نفر روزی 10 نفر با ما هم دیگه کار میکردیم تا توی 10 روز ما اینجا رو تونستیم بسازیم. تمام فضا فقط اون اتاق رو احتیاج نداشتیم، این اتاق و اون اتاق. باز یه اسبی بودش، بازم شکایت من از زمانه یا کاری که انسان داره تو این زمانه میکنه. یه اسبی بود که باز با زانویای گالوانیزه درستش کرده بودیم، ولی با هم دیگه جوری وصل کردیم که شبیه اسب شده بود. با چوبای تیر تختم پاهاش درست کردیم، باز با ورقای گالوانیزه مثلا سماش درست کرده بودیم، با موی مصنوعی، با لباسای کهنه دیگرون و با نخ، با پشم، با هر چی که دور بر من اضافی بود داشتیم یا هر کسی که تو خونش اضافه داشت آوردیم وصلش کردیم. خیلی هم پروسه عجیبیه اینو. تمام این اسب به این اسب گنده اسب واقعی تقریبا اینو با نخ بستیمش. یه دو تا کاراکتر روش بود، یه کاراکتر وایساده نشسته سر یه کمی سر حالتر، یه کاراکتری که روی اسب افتاده و سوارمون اون یکی وایساده است، افتادمون سوار افتاده پیاده کدومه؟ افتادمون اسبمون بود، پیادمون اونی بود که اینطوری شده بود. یعنی تمام همه چیز دیگه کاملا همه چیز از دست داده بود. اونی که سواره بود، اونی که تونسته بود قوی است که میتونه بالاخره بمونه، سختیه رو بتونه نگه داره، اونی که پیاده بود اون که دیگه اصلا نه جا زده بود، دیگه تموم شده بود. و افتاده بود سگمون بود که اسب بود که دست و بالش شکسته بود، مثل اینی که از یه جنگی اومدن. این جنگ مثلا حالا جنگ تو خیابون هم میتونه باشه، 2 نفر 3 نفر با هم دیگه بیافتن به جونم وقتی که از توش میام بیرون شل و پلو نمیدونم ناقص و سرشکسته و تو میون نه فقط یکی ممکنه موفق از آب در بیاد.